201 نماینده مجلس ایران در بیانیه از دولت خواستند متن توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی را هر چه سریع‌تر به صورت لایحه به مجلس ارائه کند. نمایندگان در درخواستشان به اصل‌هایی در قانون اساسی استناد می‌کنند که در مورد لزوم تصویب توافق‌نامه‌های بین‌المللی در مجلس ایران. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران پیشتر گفته بود به صلاح نیست که مجلس برجام را تصویب کند. جمشید برزگر همکارم اینجا در استودیو با ماست تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. جمشید، مجلس هم قبلا با آقای عراقچی موافق بودین که لازم نیست که این متن این توافقنامه بیاد به مجلس. چطور شده که نماینده ها نظرشون عوض شده؟ خب ببینید، نگاهی به عملکرد مجلس در مورد پرونده اتمی و همینطور توافقی که حاصل شد در وین نشون میده که نه تنها تصمیم گیری در مورد سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران یا این توافق اتمی در حد و صلاحیت مجلس نیست عملاً، بلکه حتی تصمیم گیری در مورد این که آیا مجلس باید به این مسئله رسیدگی کنه، اون رو بررسی بکنه یا نه، هم اون هم در واقع از توان و اختیارات نمایندگان مجلس عملاً بیرون هست. چند ماه پیش زمانی که طرح حفظ دستاوردهای هسته‌ای مطرح شد، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس به صراحت به نمایندگان گفت که مسئله هسته‌ای مسئله فروش سیب زمینی در کشور نیست که شما بخواید در موردش تصمیم بگیرید. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شخصا بر موضوع نظارت داره و طبق عمل در واقع راهنمودهای او عمل خواهد شد و شورای عالی امنیت ملی به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. در همون زمان به خاطر مقاومت آقای لاریجانی طرح تغییر کرد، تغییر ماهوی کرد، اگرچه در همون طرح به اصول 77 و 125 قانون اساسی اشاره شده، ولی تغییری که ایجاد شد این بود که مسئله الزام تصویب توافق از طرح برداشته شد و تنها به این نکته بسنده شد که توافق به اطلاع مجلس برسه یا به مجلس ارائه داده بشه، که همین اتفاق هم افتاد و با همون استناد هم دولت از ارائه لایحه تا الان خودداری کرده. بحث اصلی این هست که تصمیم گیری در مورد چنین چیزهایی بیشتر و خارج از دایره تصمیم گیری مجلس هست. حتی اگر بحثش هم در مجلس ارائه میشه از جای دیگری میاد و گفته میشه آیت الله خامنه ای خودش چنین چیزی رو میخواد. اما واقعا آیت الله خامنه ای نیاز داره به این شور و هیاهو در مجلس؟ ببینید، همه جناح‌های سیاسی در جمهوری اسلامی در یک نکته با هم متفق القولن و اون اینکه سخن و نظر آیت الله خامنه ای فصل الخطاب هست در مورد پرونده هسته‌ای. هم دولت میگه که آقای خامنه ای با در واقع در جریان جزئیات بوده و این توافق با نظر مثبت او به دست اومده. حتی وزیر امور خارجه آمریکا جان کری در روزی که این توافق اعلام شد در وین اعلام کرد که این موضوع رو به کرات از وزیر امور خارجه ایران پرسیده و آقای ظریف به او اطمینان خاطر داده که آقای خامنه ای با این توافق موافق است. الان میبینیم که نماینده آقای خامنه ای مثلا در روزنامه کیهان میاد و با صراحت و روشنی میگه که آقای خامنه ای 100% با مفاد این توافق مخالف هستند. این ابهامی است که خود آقای خامنه ای ایجاد میکنه. مشکلی که برای شخص او وجود داره و در واقع اون رویه‌ای که آقای خامنه ای داشته این است که در واقع مسئولیت اموری از این دست رو بر عهده نگیره. اگر این مسئله بخواد در شورای عالی امنیت ملی بررسی بشه، زمانی به قانون بدل خواهد شد که خود آقای خامنه ای شخصا بیاد و اون رو توشیح کنه، امضا بکنه تا جنبه قانونی پیدا بکنه. بنابراین اگر به هر دلیلی، حالا در واکنش با آنچه که در کنگره آمریکا میگذره یا هر دلیل دیگری، مثلا مخالفان در داخل ایران دست بالا رو پیدا بکنن، برای آقای خامنه ای ساده تر خواهد بود که مسئولیت چنین کاری رو، یعنی رد توافق رو، محول بکنه به نمایندگان بدون اینکه مسئولیتی به طور مستقیم متوجه خود او بشه. بنابراین میبینیم که مسئله در سطوحی بسیار بالاتر داره در مورد بررسی قرار میگیره. اگر به این جنبندی برسن که به هر دلیلی این توافق رو رد بکنن، اون وقت راه عملی تر و ساده تر برای آقای خامنه این خواهد بود که مسیر قانونی رو مجلس تعریف بکنه، نه شورای عالی امنیت ملی. متشکرم جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران، اینجا در استودیو.